حدود 5 کلاقی اطراف چشم هامون، گودی زیر چشم ها، افتادگی پوست صورت، خط لبخند و چروک های پوستی، همه اینها دیر یا زود میاد سراغمون. این که ما بتونیم راه درمان مناسب تر و کم آلوده تر رو انتخاب کنیم، به راحتی میتونیم جلوی ظاهر شدن یا بیشتر شدن این چروک های پوستی رو بگیریم. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یک ویدیو دیگه خوش اومدید. دکتر مرتضی سالارزی هستم. این ویدیو راجع به مقایسه دو روش تزریق چربی و تزریق ژل برای درمان چین چروک پوستیه. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. بعد قبلش ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانالم تو یوتیوب ازم حمایت کنید. وقتی به کلینیک زیبایی مراجعه میکنید، کلی روش برای درمان چین و چروک پوستی، لکهای پوستی و جوانسازی پوستتون بهتون پیشنهاد میشه. روش هایی مثل تزریق چربی، تزریق ژل، تزریق بوتاکس، کربوکسی تراپی، پلاسما تراپی یا هایفو تراپی. این روش ها روز به روز دارن بیشتر و پیشرفته تر میشن و هر کدوم هزینه، عوارض، عملکرد و بازدهی خاص خودشو داره. من توی ویدیو قبلی راجع به مقایسه دو روش کربوکسی تراپی و بوتاکس صحبت کردم. برای همین این ویدیو رو به مقایسه دو روش تزریق چربی و ژل اختصاص دادم. توی روش تزریق ژل شما روشی رو برای پر کردن و کاهش چروک‌های پوستیتون انتخاب می‌کنید که کم هزینه تره، خیلی سریع انجام میشه، بلافاصله میتونید نتیجه نهایی رو ببینید، نیاز به جراحی نداره، دوره نقاهتش کوتاهه و التهاب کمی رو هم ایجاد میکنه. از طرفی این تزریق ژل ممکنه یه سری دردسر هم براتون ایجاد کنه که بعضی از این دردسرها قابل چشم پوشن، ولی بعضی هاشون هم جدی میشن و ایجاد یک عارضه میکنن. مثلا وقتی شما تزریق ژل رو انجام میدید، نیاز داره که مدام توی فاصله های زمانی کوتاهی تزریق مجدد براتون انجام بشه. معمولا فیلرهای پرکننده یا همون ژل ها این 6 ماه تا 12 ماه ماندگاری دارن، یعنی با توجه به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید و نوع ژلی که براتون استفاده میشه، مدت ماندگاریشون متفاوته. ژل‌های ترکیبی تا 2 سال و ژل‌های ساده‌تر تا 6 ماه تقریبا ماندگاری دارن. به عبارت ساده‌تر، اگه یک بار تزریق ژل رو انجام بدید، هر چند ماه یک بار باید پاتون توی کلینیک های زیبایی باشه تا مجددا براتون تزریق انجام بشه. از طرفی تزریق ژل توی مواردی باعث بروز حساسیت، قرمزی و تورم میشه که میتونه به دلیل استفاده از ژل های نامرغوب باشه یا به دلیل استفاده از ژل هایی باشه که چرخه سرماشون حفظ نشده، یعنی اینکه برای مدت طولانی توی دمای بالا قرار گرفتن، یا اینکه تزریق مکرر پشت سر همه ژل های مختلف باعث حساس شدن بدن و بروز واکنش حساسیتی شده باشه. حالا بریم سراغ تزریق چربی. توی روش تزریق چربی چون از بافت خود بدنمون استفاده میشه، عارضه کمتری رو میبینیم. معمولا واکنش آلرژیک بروز نمیده و ماندگاری طولانی تری داره، به ویژه زمانی که برای پر کردن خط لبخند، گونه ها، گودی زیر چشم یا ناحیه گیجگاهیمون استفاده میشه. توی روش تزریق چربی قابلیت فرمدهی و پخش قرینه و یکسان خیلی راحته، در حالی که توی روش تزریق ژل گوله شدن در محل تزریق و فرمدهی بد و نامتقارن خیلی شایع است. ولی از طرفی هم چون تزریق چربی تقریبا شبیه یه جراحی سراپایی، نیاز به دانش پزشکی داره و حتما باید توسط پزشک انجام بشه. پزشک باید توی محیط اصری چربی مورد نیاز رو از بدنتون خارج کنه، تقلیص کنه و دوباره به محلهایی که میخواد تزریق رو انجام بده. از طرفی خارج کردن چربی و تقلیص سازیش یه فرآیند زمان بره. برای همین یکی از نکات منفی روش تزریق چربی میتونه همین زمان بر بودنش باشه که حداقل بین 1 تا 4 ساعت زمان نیاز داره. این زمان بر بودن و نیاز به مهارت و تخصص در روش تزریق چربی باعث میشه که هزینهش نسبت به روش تزریق ژل خیلی بیشتر باشه. ولی خب از طرفی هم چون عارضه کمتر ایجاد میکنه و فرم دهی بهتری داره، میتونه برای نقاط حساستر مثل اطراف چشمامون گزینه بهتری باشه. این نکته رو هم یادتون باشه که تقریبا 50% از بافت چربی تزریق شده جذب بدن میشه و فقط نیمی ازش باقی میمونه. در نتیجه شاید نیاز باشه که بعد از گذشت چند سال دوباره تزریق چربی رو انجام بدید. شما بگید تا حالا تزریق ژل یا چربی داشتید؟ چقدر از نتیجه راضی بودید؟
با این ویدیو از تجربتون بنویسید تا هم من و هم بقیه افرادی که این ویدیو رو می‌بینن از تجربتون استفاده کنن. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال تو یوتیوب ازم حمایت کنید. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید.